به نام خداوند بخشنده مهربان. همبستگی اجتماعی، حقوق والدین و ضعفا به حیث نمونه. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می فرماید: و احسنوا ان الله يحب المحسنين، و نیکی کنید که الله نیکوکاران را دوست می دارد. گواهی می دهم که نیست معبودی برحق جز الله یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود، رحمت و برکات خداوند بر او و بر همه آل و اصحاب او و پیروان راستین او باد. اما بعد، یقینا رسالت اسلام رسالت انسانی، نیکوکاری، مهربانی و ترقی است. هدف آن این است که انسان در سایه مجتمع همبسته و متعاون زندگی شرافتمندانه، و اساس این زندگی همدردی و احساس دیگران و دوری از همه مظاهر خودخواهی و بخل بوده باشد. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: به من ایمان نیاورده است کسی که با شکم سیر می خوابد و همسایه او گرسنه است، در حالی که از حالت او با خبر است. و در حدیث دیگری می فرماید: همانا خداوند متعال برخی از نعمت های خود را نزد برخی از بندگانش قرار می دهد تا به وسیله آن نیازمندی های مردم را برآورده بسازند، تا وقتی که مردم آنان را خسته نسازند، و اگر خسته ساختند آن نعمت ها را نزد غیرشان منتقل بسازند. اما حقوق والدین و برخورد نیک همراه آنان امری است که هیچ مانندی ندارد، چون خداوند متعال ما را دوست دارد، چون خداوند متعال ما را دستور دارد تا به شکل کامل به آنها به نیکی برخورد نماییم و به آنان احترام داشته باشیم. چنانچه می فرماید: و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. و پروردگارت چنین مقرر داشته است که جز او را نپرسید و با پدر و مادر نیکی کنید، هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند، حتی به آنها کلمه اوف کمترین کلمه رنجاور نگو، و بر سر آنها فریاد نزن و با نیکی و بزرگوارانه با آن سخن بگو، و از روی مهربانی بالفروتنی و خاکساری برای آنها فرود آورد، و بگو: پروردگارا با آنان رحمت آورد، همان گونه که مرا در کودکی پرورش دادم. بدون تردید برخورد نیک همراه پدر و مادر روش اهل خلقتی برابر می باشد، و بر این امر همه شرای آسمانی اتفاق نمودند. همچنین این امر اخلاق پیامبران نیز است، چنانچه خداوند متعال در حق حضرت یحیی علیه السلام می فرماید: و برم بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا. و او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و سرکش و نافرمان نبود. و به زبان حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: و برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و مرا سرکش و بدبخت قرار نداده است. و پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی قبر مادر خود را زیارت کرد، به خاطر نیکوکاری و شوق دیدار مادرش، او صلی الله علیه وسلم و اطرافیانش همه گریه نمودند. و پدر و مادر بر فرزندانشان حقوق زیاد دارند، از جمله آن حقوق کمال عزت و احترام و فرمانبرداری از آنها، چون خداوند متعال می فرماید: واغفر لهما جناح الذل من الرحمه، و از روی مهربانی بالفروتنی و خاکساری برای آنها فرود آورد. و حضرت ابو هریره رضی الله عنه دو مرد را دید و به یک آنها گفت: نسبت این مرد به تو چیست؟ آن مرد گفت: پدرم است. ابو هریره به او گفت: پس او را با نامش صدا نکن و در پیش روی او را مرو و پیش از او در مجلس نشین. و برخی دیگری آن حقوق وقتی سالمند می شوند باید در نیکوکاری و برخورد خوبی همراه آنها مبالغه صورت گیرد، و این کار به معنای پاسخ خوبی ها نامحدود آنها است، چون خداوند متعال می فرماید: و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. و ما تاکید می نماییم انسان موفق کسی است که توسط برخورد نیک دعای پدر و مادرش را با خود داشته باشد، تا خوشبختی دنیا و آخرت را کمایی کند. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: سه دعا بدون تردید پذیرفته می شود: دعای مظلوم، دعای مسافر و دعای پدر برای فرزندش.
پس دانسته می شود که دعای پدر در حق فرزندش پذیرفته می شود. اما کسی که هیچ خیرش به پدر و مادرش نمی رسد، پس در او هیچ خیری نیست، نباید همراه او رفیقی و دوستی شود و از غدر و خیانت او هیچ کسی در امان نیست. ستایش مخصوص ذات الله پروردگار جهانیان است. درود سلام بر خاتم پیامبران و رسولان سردار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. شریعت مقدس اسلام همان طور که بر نیکویی کردن با پدر و مادر تاکید نموده است، بر احترام ضعیفان نیز توصیه کرده است تا حقوق و احترام، عزت و رعایت آنها باید مراعات کرده شود، چون احترام آنها را از جمله تعظیم خالق قرار داده است، طوری که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است همانا برخی از تعظیم خداوند متعال احترام کردن مسلمان سالمند است. پس سالمندان باید مقدم بوده باشند و احترام و بزرگ داشته شوند، چون پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده از ما نیست کسی که به کودکان ما رحم نکند و بزرگ مردان ما احترام نداشته باشد. و در حدیث دیگری می فرماید خرد سن باید به بزرگ سن سلام بدهد، و برای کسی که میخواست پیش از بزرگ سالان سخن بگوید فرمود احترام بزرگ سلام را داشته باش، یعنی کسی که سنش از تو بزرگتر است او را قدر و احترام کن. و ترقی و انسان دوستی این دین مقدس به حدی رسیده که در برخورد نیک و معامله خوب میان سالمندان و ضعفا به اساس دیانت یا نجات نشان تمایز قائل نمی شود. چنانچه حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه مرد سالمندی از اهل کتاب را دید که از مردم خیرات می خواست، پس دستی او را گرفت به خانه خود رفت و با او به نیکویی برخورد کرد و نیاز او را برآورده ساخت. سپس او را به خزانه بیت المال فرستاد و گفت این شخص و امثال او را ببینید، سوگند به الله ما در حق آنها انصاف نکرده ایم، اگر در جوانیشان مال آنها را بگیریم و سپس در پیری این چنین به حالشان رها کنیم، پس ما چقدر به استحقام ارزش همبستگی و احترام و اعتراف به برتری نیاز داریم تا اینکه محبت و مهربانی و صمیمیت در همه مجتمع شود. پروردگارا مصر و همه کشورهای دنیا را حفظ کن.